درود بر شما همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از اونجایی که درخواستای زیادی بود برای تحلیل سهم پترول، من هم تصمیم گرفتم که توی این ویدیو سهم پترول رو از گروه محصولات شیمیایی برای شما عزیزان تحلیلش رو انجام بدم. نموداری که ملاحظه می‌کنید مربوط به سهم پترول هست در تایم فریم روزانه یا دیلی. همونطور که ملاحظه می‌کنید توی اواخر برج سوم سهم پترول بسته میشه به دلیل افزایش سرمایه و با یک گپ مثبت 100% باز میشه و بعد مجدداً یک نوساناتی رو توی تایم روزانه انجام میده. اما خب آیا باید این گپ رو توی محاسبات نموداریمون هم به حساب بیاریم؟ چون همونطور که نگاه می‌کنید حال حاضر نمودار، این کندل‌هایی که اینجا داره زده میشه، از این کندلی که باز شده بعد از در واقع افزایش سرمایه هم پایین‌تر اومده. آیا این نشون دهنده اینه که روند کلی سهام پترول نزولی هست یا اینکه نه؟ اگر توی یه تایم فریم بزرگتر، مثلا توی تایم فریم ویکلی یا هفتگی، بخواید امواج الیوت رو برای این سهم بشمرید، خب همونطور که ملاحظه می‌کنید، من اینو درستش بکنم، تقریبا از اینجا که اصلاح موج قبلی ما تموم شده، موج یک شروع میشه، موج دو یک اصلاح داریم، موج سه رو داریم، البته اینا رو زیاد دقیق رسم نکردم، و در نهایت این میشه موج پنجم. پس این گپ رو هم باید توی شمارش امواج الیوتمون به حساب بیاریم و این فاصله میشه موج پنجم من. بنابراین چیزی که شما توی این قسمت از نمودار ملاحظه می‌کنید، یعنی این اصلاحی رو که دارید ملاحظه می‌کنید، در واقع یک اصلاح هست از الگوی پنج موج الیوت قبلی ما، و همونطور که ملاحظه می‌کنید در تایم فریم هفتگی، بذارید من این رو براتون بیارم، خب یک اصلاح ABC داریم که این اصلاح رو بهش میگن اصلاح زیگزاگ. خب برگردیم به همون تایم فریم روزانه‌ای که بود. الان متوجه شدیم خب این اصلاحی که داریم میبینیم، نه این به این معنا نیست که این روند یک روند ریزشی هست. خب این اصلاحی که داریم میبینیم اصلاح پنج موج الیوت قبلیمون به حساب میاد. البته ناگفته نماند که امکان اینکه این اصلاح هم خودش یک پنج موج رو تشکیل بده هست، ولی چیزی که هست اینه که توی این بازه زمانی که سهم داره معامله میشه، میشه گفت تقریبا انتهای این موج سی یا بگیم موج سوم هستیم. چرا؟ اگر بیایم توی قسمت اندیکاتور RSI رو زبانش رو انگلیسی کنم، اندیکاتور RSI رو بیاریم توی همون بازه دوره 14 خودش قرارش بدیم، یکم نمودار رو جمع بکنیم. خب چیزی که میبینیم اینجا، از این قسمت تا این قسمت قطعا ما شیب منفی داریم، یعنی داریم نزول رو ملاحظه میکنیم، در حالی که توی اندیکاتور RSIمون دقیقا از اینجا تا اینجا اگر دقت بکنید کاملا یک روند معکوس چیزی که توی نمودار قیمت میبینید ملاحظه میکنید. این واگرایی یک واگرایی مثبت هست. خب حالا بریم یه اندیکاتور دیگر رو هم چک بکنیم، یه اندیکاتور پیش رو که بخوایم تاییدیه بگیریم برای انتهای روند نزولی. خب من RSI رو ببندم. RSI که به همون واگرایی رو داد، میریم سراغ MACD. MACD رو میایم
توی دو تا کف مجاور مقایسه می‌کنیم. خب روند گفتیم توی این سه موجی که الان داره شکل می‌گیره یک روند نزولی هست. خب در حالی که کف قبلی این روند نزولی که اینجا باشه بالاتر از کف فعلی روند نزولی هست. خب میایم همینو توی مکدیمون هم چک میکنیم. این کف رو اگر نگاه بکنید، این کف قبلی ما هست که دقیقا منطبق بر این کف قبلی ما، اینم کف فعلی ما. همونطور که ملاحظه میکنید در نمودار قیمت کف از کف قبلی پایین تره، در حالی که در مکدی کف از کف قبلی بالاتر اومده. و همینطور که توی هیستوگرام مکدی ملاحظه میکنید، این خطوط هیستوگرام در حال کوتاه‌تر شدن هستند. خب این همین نشون دهنده یک واگرایی مثبت هست. پس میشه بگیم اینجایی که الان سهم داره معامله میشه انتهای این روند اصلاحی هست. مکدی رو ببندیم، از فیبو هم استفاده کنیم که دیگه تاییدیه نهایی رو هم بگیریم. از این قسمت به اینجا و در نهایت اینجا. بله، یه فیبو یه پروژکشن اگر رسم بکنید متوجه میشید که دقیقاً در صد فیبو یه پروژکشن یا سه نقطه‌ایمون منطبق شده به این کندلی که توی چند روز گذشته زده شده برای سهام شرکت پترول. و خب میتونیم بگیم این محدوده دقیقاً چون 100% موج قبل رو اصلاح کرده میتونه محدوده برگشتی باشه. خب یه فیبوی ریتریسمنت هم رسم بکنم. توی فیبوی ریتریسمنت هم همونطور که میبینید درصد 112.8 تقریبا همپوشانی داره با 100 از فیبوی پروژکشن من. یعنی این محدوده قیمتی فعلی من که داره سهم توش معامله میشه تقریبا انتهای این روند نزولی به حساب میاد. جدا از همه این مباحث، اگر این دوتا در واقع کندل رو ملاحظه بکنید، من اینو ببندم. این کندلی که اینجا میبینید یک کندل دوجی گریو استونه یا همون سنگ قبر که اگر انتهای یک روند بیاد نشون میده که خب این روند در حال تموم شدنه و یک روند دیگه داره شروع میشه. همینطور در کنارش یه دونه کندل همر یا چکش رو هم میبینید. بنابراین میشه گفت این محدوده‌ای که داره سهم معامله میشه انتهای روند نزولی هست برای سهم پترول. اما من اینو کوچیکش بکنم، بریم توی خود سایت TSE گروه پتروشیمی، نماد پترول رو من سرچ کردم. خب بریم توی سربرگ حقیقی حقوقی، میخواییم ببینیم سرانه در واقع خرید حقیقی و فروش حقیقی به چه صورت هست و قدرت دست خریدار هست یا دست فروشنده. کاری به حقوقی ها نداریم چون خرید و فروششون این که خریدش صفر، اونم که فروشش 9%، کاری به زیر 15% ها نداریم. میایم سراغ خرید و فروش حقیقی ها. خب من اینجا محاسباتش رو انجام دادم، اومدم قیمت حجمی رو که خریداری کردم تقسیم بر تعداد خریدارها کردم که سرانه خرید حقیقی رو به دست آوردم. سرانه خرید حقیقی برای روز گذشته شد 30,550. سرانه فروش حقیقی رو هم من محاسبه کردم، سرانه فروش حقیقی هم شد 15,879. خب همونطور که میبینید سرانه خرید حقیقی بیشتر هست از سرانه فروش حقیقی. بنابراین همین
داره به همون میگه که خب قدرت دست خریدارها هست. اما خب این رو هم ببندیم. خب برگردیم به همون نمودار خودمون. خب حالا ما به این نتیجه رسیدیم که اینجایی که الان هست انتهای این روند اصلاحیه. حالا اگر این انتها باشه، خب ما یه سری تاییدیه ها هم گرفتیم. اگر انتها باشه میخوایم ببینیم که موج بعدی که قرار صعود بکنه تا کجا صعود میکنه. خب باز ما از یه دونه، اینو اول بزرگش بکنم. خب بیایم ابزار فیبر رو مجدداً انتخاب بکنیم. ابتدا و انتهای موجمون رو بهش وصل بکنیم. یه فیبر دیگه هم برداریم. خب اونم اینطوری رسمش بکنیم. خب برای تعیین هدف قیمتی باید نگاه کنیم ببینیم که کدوم یکی از این سطوح فیبویی که رسم کردیم به هم منطبق هستن یا با هم همپوشانی دارن. خب اگر نگاه بکنیم 61.8 با 50% با هم کاملا همپوشانی داشتن. پس میتونیم بگیم این میشه هدف قیمتی اولمون، یعنی تقریبا بگیم قیمته 1548 تومن میشه هدف قیمتی اولمون. خب بعد از اون هم به ترتیب میایم اهداف بالاتر، یعنی همپوشانی این دو تا سطح رو در نظر میگیریم، بعدش این دو تا سطح و به مراتب بالاتر. خب هدف قیمتی بعدی ما میشه 1655 تومن و بعدی رو هم بذاریم توی این محدوده، یعنی 1787 تومن. در نهایت هدف نهایی که بهش میرسه 100% فیبو هست، یعنی قیمت 1952 تومن هست. خب اگر رسید به این قیمت و شما یه سری اندیکاتورها رو چک کردید و واگرایی رو ملاحظه کردید، احتمال اینکه بریزه همچنان هست، چون گفتیم که خب این میتونه یک سه موجی باشه از 5 موج الیوت و میتونه هم نه، انتهای کلی این روند باشه و شروع کننده یک روند صعودی دیگه. شما توی هر کدوم از این مقاومت‌ها کاری که می‌کنید اینه که اندیکاتورها رو چک کنید که واگرایی اگر نداشته باشن، یعنی ببینید که خب این روند ادامه دار هست، میتونید همچنان نگهداری بکنید سهم رو. خب اینم از تحلیل سهام پترول. مرسی که توی این ویدیو همراه من بودید. اگر سهمی برای تحلیل مد نظرتون هست توی کامنت ها اسم سهم رو بنویسید.